درود بر شما دوستان عزیز و مهربان، چطورید؟ حالا احوالتون چطوره؟ جلسه 35 از کلاس‌های آنلاین رایگان انگلیسی مثل آب خوردن رو در خدمت شما جانان هستیم و در این جلسه یک سرپرایز برای شما داریم. شگفتانه میگن تو فارسی، نه؟ در این جلسه و در این کلاس خواهیم پرداخت به یک داستان آموزنده بی‌نظیر به نام انعکاس زندگی یا داستان کوهستان. این داستان بسیار ارزنده است، بسیار عالیه. همینجا یاد بگیرید بتونید این داستان رو بخونید. با بچه‌هایی که در کلاس از کل دنیا حضور دارن رفع اشکال خواهیم کرد و طبیعتاً رفع اشکال مشکلات مشترک تلفظی این عزیزان با شما باعث خواهد شد که شما هم به مشکلات تلفظیتون پی ببرید و بتونید اونها رو رفع بکنید. ممنونیم که با لایک کردن این درس و این کلاس اجازه میدید که بیشتر دیده بشه و به ما انگیزه بیشتری میدید برای ساخت درس‌ها و کلاس‌های بیشتر. و لطفاً با یک کامنت زیبا نظر خودتون رو در مورد این کلاس با ما به اشتراک بگذارید، انگیزه بیشتری به ما بدید. ما منتظر حضور شما عزیزان در کلاس‌های آنلاین رایگان انگلیسی مثل آب خوردن هستیم. بیایید در این کلاس‌ها شرکت کنید، رایگان رفع اشکال بشید. داستان زندگی یا انعکاس زندگی یا داستان کوهستان، یه بار من براتون میخونمش داستان رو تا انتها، یک بک‌گراندی برای شما ایجاد بشه و یک ذهنیتی برای شما ایجاد میشه و بعدش که این ذهنیت ایجاد شد میایم گام به گام، لحظه به لحظه داستان رو با هم پیش خواهیم برد. فعلا برای که ذهنیت ایجاد بشه من یک بار روون، البته یه مقدار کنتر از حالت نرمال، براتون داستان رو خواهم خوند. لطفا گوش بدید و معنیش هم که دارید میبینید دیگه. A son and his father were walking on the mountains. Suddenly his son falls, hurts himself and screams, "Ah!" To his surprise, he heard a voice, "Ah!" This made him curious, so he yelled, "Who are you?" Back came the same words, "Who are you?" Puzzled by these responses, he shouted, "Coward!" The same word came back, "Coward!" He looked at his father and asked, "What's going on?" His father smiled and said, "Son, pay attention." Looking across the valley, his father yelled to the mountain, "I admire you." The voice answered, "I admire you." Again, the man cried out, "You are a champion." The voice replied, "You are a champion." The boy was amazed, but also confused. So his father explained, "You are hearing an echo. It's the sound of our voices bouncing back from the mountains. However, this is really how life works. What you think, say, and do returns to you. Our lives are a reflection of our thoughts and actions. If you want more love in your world, create more love in your heart. If you want to be treated with kindness, treat others with kindness. If you want more competence in your team, become more competence. This relationship applies to all aspects of life. Life will give you everything you give to it, and life will give you even more in return." The son grew in understanding, and throughout the years that followed, the son witnessed the truth of these words in his life. Okay. یک ذهنیتی الان در ذهنتون ایجاد شده، یه بک‌گراند ایجاد شد که ما در مورد چه صحبت خواهیم کرد و قطعا لذت بردید، قطعا سرپرایز شدید از ماجرای این داستان. حالا با هم پیش میریم، لحظه به لحظه، گام به گام براتون توضیح میدم و بچه ها میان داستان رو روایت میکنن و رفع اشکال خواهیم کرد. بریم سراغ داستانمون. من توضیحات گرامری و توضیحات تلفظیشو براتون بدم و میریم میخونیم از روش، اصلا نگران نباشید. A son یعنی یک پسر، مشخصه دیگه، یعنی یک فرزند پسر. And his father و پدرش. Were walking یعنی داشتن قدم میزدن. ساختار
گذشته استمراری حالت جمع were walking، یعنی داشتن قدم میزدن. کجا؟ on the mountains، در کوهستان. mountain میشه کوه، mountains یعنی کوهستان، کوهها. suddenly ناگهان به طور اتفاقی حسان پسرش، پسر اون آقاه، falls میفته. hurts صدمه میزنه، himself به خودش، and screams و فریاد میزنه، جیغ میزنه. آه! یه بار براتون میخونم و بعد ببینیم که کی میخواد اینو بخونه. A son and his father were walking on the mountains. Suddenly, his son falls, hurts himself and screams, آه! سهیلا بخونه. آره، بخون، سهیلا بخون. A son and his father were walking on the mountains. Suddenly, his son falls, hurts himself and screams, آه! اوکی. بچه ها، این مشکلاتی که الان از سهیلا دارم میگیرم و بهش اعلام میکنم، مشکلات مشترک 99.9% از ایرانی هاست. دلیلش اینه که سخنگویان به یک زبان مشترک مشکلات مشترک تلفظی دارند. سهیلا خیلی خوب خوند، ولی چند تا از ایرادهای شدید ایرانی ها رو میخوام اینجا بهش اشاره بکنم. من میدونم ایرادم چی بود استاد. میدونی اونجایی که آپستروف داره مکس نکردم. بذار بگم. آره. بذار بگم. یکی از مشکلاتی که سهیلا الان خیلی داره نشون میده و دقیقا نشون میده که ایرانیه، یکی روی تلفظ آی های کوتاهه. His. ایرانی ها میگن his father. His son. در حالی که این آی کوتاه، در واقع آی در اینجا ای کوتاه تلفظ میشه. His father, his son, himself. Okay? His father, himself, his father, his son. Okay? یکی از این مشکلاته. یه جای دیگه scream اینجا ا نداره. شما چرا ا اضافه میکنی؟ چون فارسی زبان ا دوستیه. ا اضافه کرد. Scream. مریم عزیزالدین بخونه ببینم چجوری میخواد بخونه. مریم عزیزالدین بخونه. Okay. A son and his father were walking on the mountains. Suddenly, his son falls. ببین همینجا هیزه رو دوباره. همین الان من گفتم. ببین. His son falls, hurts himself, and screams. Ah. Okay. And screams. Okay. Okay. پس گرفتی کجا مشکلات کجاست دیگه؟ yes. ببینم. Yeah. محمد نیک بخونه. محمد هم سطحش بالاست. بخونه تا ببینیم که چجوری بخونه. بخون محمد. A son and his father were walking on the mountains. Suddenly his son falls. Hurts himself and screams. Ah. محمد ترسیدی. من توضیح دادم. Okay, it's fine. Thank you. Okay. یه بار دیگه خودم میخونم. A son and his father were walking on the mountains. Suddenly, his son falls, hurts himself, and screams, "Ah!" بریم بعدی. To his. ببین اینجا رو. His surprise. نیست. Surprise. ببین آرارم داری میشنویا. To his surprise, he heard a voice. Ah! To his surprise, he heard a voice. Ah. Okay. مریم عزیزالدین بخونه. To his surprise, he heard a voice. Ah. He heard. زهرا مرادی. Okay. بگو اولین. اولین گفتی اسمشونو؟ Yes. بخونه اولین. To his surprise, he heard a voice. Ah. Hey John, to his surprise, he heard a voice. Ah, exactly. خب کیا میخوام بخونه؟ مریم که خون، سلاله عدالتی بخونه. To his surprise, he heard a voice. Ah. بسیار. ناهید SH بخونه. من بخونم. من ناهید. ناهید نوابزاده بخونه. To his surprise, he heard a voice. Ah. Okay. در کمال تعجب صدایی شنید که
فریاد میزنه یا برمیگرده آه. خب یه مقدار حس بدین این داستان رو، فکر کن داری بر 90 بر بچت، چه میدونم بر بچه خواهرت داری میخونی. This made him okay. من یه لحظه میوت کنم همه رو. بچه لطفا میکروفون تو خاموش باشه. This، این ماجرا، this th حالت دوم تلفظ th در اینجا، this made him curious، این ماجرا اونو شگفت زده کرد. So بنابراین he yelled، او فریاد زد. Yelled who are you، تو کی هستی؟ Who are you. Back came، صدا برگشت. The same words، همون کلمات. Who are you، صدا برگشت. Who are you. یه بار میخونم بعد دستا بالا که شما بخونید. This made him curious so he yelled who are you. Back came the same words who are you. علی فعال بخونه. This made him curious so curious. یه بار دیگه علی جا میشه یکم این جلو، صدا تو خیلی دوره. This made him curious so he yelled who are you. Back came the same words who are you. Okay. سوفروزان بخونه. This made him curious so he yelled who are you. Back came the same word who are you. Words. Okay. سهیلا سامانی بخونه. This made him curious. 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 Okay. So he yelled, "Who are you?" Back came the same words. Words. Who are you? You. Okay. بچه هایی که دستشون بالا نیست، بچه ها بیاین شرکت کنید. عزیزان دلم، منتی رو سرتون نیست. من برای همین رفع اشکال هم سیاره ای عزیز، یعنی از دوستان چینی، افغان، ببخشید، از دوستان چینی، عرب، ترک، اوکراینی، اروپایی، حالا منظور غیر از انگلیسی و اینا، کسایی که انگلیسی زبانه، اینجا جلسه ای من 45 تا 60 دلار میگیرم بچه ها، برای همین رفع اشکال، همین که بهشون میگم چجوری تلفظ کن، چجوری حرف بزن، بیا شرکت کن، استفاده کن، رایگان با کمال میل داریم تقدیم شما میکنیم که رشد کنی، نه ترس، بیا شرکت کن، اشتباه میکنی خب یاد میگیری از اشتباه. خب کی بخواست بخونه؟ بخون احمد رضا. This made him curious so he yelled who are you. Back came the same words who are you. Okay. محمد رضا، یکی از چیزهایی که در یادگیری زبان باید توجه کنی دقت بسیار زیاده، کنجکاو باید باشی. الان شما، من این همه توضیح دادم که موارد تلفظی رو اصلا بهشون توجه نکردی. مثلا سهیلا اومد صحبت کرد، مشکلاتی که من از سهیلا میگیرم، ایرادای تلفظی، قطعا در شما هم وجود داره. شما منظورم همزبانان سهیلاست، سهیلا فارسی زبانه، پس این مشکلات تلفظی در شما هم وجود داره. Anyway, this، دوباره میگم اینجا رو نگاه کن. This made him curious. So he yelled, "Who are you?" Back came the same words, "Who are you?" Okay. پروانه میتونید بخونید لطفا؟ This made him curious, so he yelled, "Who are you?" Back came the same words, "Who are you?" بسیار عالی. خب بریم یکم جلوتر، جملات بعدی. Puzzled by these responses, he shouted, "Coward!" The same word came back. Coward! Puzzled یعنی متعجب. Puzzled یعنی پازل، میدونید دیگه، معما. Puzzled یعنی متعجب شده. By these، th حالت دوم تلفظ th، زبونت زیر نیش دندون بالا، همونجا که نگهش داشتی میگی ز فارسی. These responses، response یعنی پاسخ، و responses یعنی این پاسخ ها. همینطور که از این پاسخ ها متعجب بود، he shouted، اون پسره shout کرد، فریاد، shouted فریاد زد. Coward یعنی ترسو. The same word، همون کلمه، came back، برگشت.
منعکس شد. Coward! صداش برگشت. سلاله دلتی گفت، ببینم کی نگفته. ندا تی اس بخون. Puzzled by these responses, he shouted coward. The same word came back coward. اوکی. ببین چند تا شدیداً شما آرایش زبانی و دهانیت ایرانیز است. قبلا گفته بودم تو جلسات قبلی، الانم میگم یه نکته شدیداً ریز تلفظیه. زبان انگلیسی کمی عقب‌تر از عضلات زبانی و دهانیتون، یعنی زبونتون یکم عقب‌تر از آرایش زبانی فارسی قرار میگیره. شما دقیقاً با نوک با پشت دندوناتون داری صحبت میکنید، جایی که فارسی صحبت میشه و شدیداً ایرانیزه میشه. مثلا puzzled by these responses و دابلیتون و لبهاتون باید حالت لوله‌ای باشه. به شما قبلا شاید نگفته بودم. و موضوع دیگه shouted نه shouted. puzzled puzzled ببین puzzle نیست puzzled، اینجا صدا نداره بین Z و L. puzzled by these responses he shouted coward. The same word word W لبها حالت لوله‌ای came back coward. ندا نکته خیلی به دردت میخوره اگر بتونی به کار بگیریشون. این ویدیو رو دوباره ببین، ضبط شده شو قطعا خیلی بهتون کمک میکنه و به دیگران. سلمان بخونه یه بار، آه کند بخون سلمان. Puzzled by these responses responses دوباره coward. The same word came back coward. Okay. Responses response نیست. یه بار دیگه بخون، کند بخون. Puzzled by these responses he shouted coward. The same word came back coward. خیلی عمالی، خیلی عمالی. بریم بعدی. He looked at his father and asked what is going on. His father smiled, father smiled and said son pay attention. Pay attention. اینجا رو میبینی نکات خوندنش رو برات میگم، نگران نباش. He looked at، پس نگاه کردن و نظاره کردن فردی، حرف اضافهش در انگلیسی چیه؟ اینها. Look at someone یعنی نظاره کردن به فردی، نگاه کردن به فردی. He looked at his father. His father به پدرش. TH در father حالت دوم تلفظ TH. He اون آقا پسره looked at his father به پدرش نگاه کرد and asked و پرسید. Looked asked نگاه کرد و پرسید. ساختار موازیه، هر دو در حالت گذشتن. What is going on چه اتفاقی داره میفته، جریان چیه. What's going on در احوال پرسی هم میپرسیم. What's going on چه خبر، چه جوریه، اوضاع چطور داره پیش میره. اینجا معنیش اینه که جریان چیه. His father پدرش smiled. His father's ببین میچسبه. Father smiled لبخند زد and said و گفت. ببین said گذشته say، smiled گذشته smile، ساختار دوباره موازیه، بعد در یک زمان باشن. son پسرم، پسر. pay attention. pay attention ببین میچسبم به هم. pay attention. pay attention توجه کن. he'll یه بار دیگه میخونم بعد دستا بالا ببینیم کی میخواد تکرار کنه. He looked at his father and asked, what's going on? His father smiled and said, son, pay attention. زهرا مرادی بخون. He looked at his father and asked, what's going on? His father smiled and said, son, pay attention. اوکی. اینم نیتیومون. ما اینجوریه کیفیت کلاسای ما بالاست. ممنونم عزیزم. فروزان بخون. میکروفون تو بعد بیاری جلو، خیلی صدات ضعیف میاد فروزان. He looked at his father and asked what's going on. His father smiled and said son pay attention. تنشون دیگه نه، attention. اوکی خوب بود. سوسن صادق زاده خوش اومدی، بخون سوسن. Hello. He looked at his father and asked. Gushkon. He looked at his. Okay. He looked at his father and asked, "What's going on?" His father smiled and said, "Son, pay attention." Okay. ببین الان سوسن سطحش متوسط به بالاست.
این اشکالاتی که من الان بهش گفتم خودش هم نمیدونست. حتی الان او کلاس خصوصی هم بگیره 80-85% استاداش هم نمیتونن اینو دیتکت کنن، چون مشکلات رایج بین ایرانی زبان خود اون بنده خدا مشکل داره، اینو استاد مربی خودش تو تلفظ اینو مشکل داره و هیچ کس هم نبوده بهش بگه. سوسن درست میگم، میگه سطحت متوسط به بالاست، غیر از اینه؟ نه. اوکی اوکی. ببین الان هزو تو تلفظش مشکل داره سوسن، علی رغم اینکه خیلی خوب داره میخونه ولی مشکل تلفظی داره. اوکی بذار ببینیم کی میخواد بخونه باز. ممنونم سوسن. میترا، میترا میتونی بخونی؟ He looked at his father and asked what's going on. His father smiled and said, "Son, pay attention." ممنونم برای اعتماد به نفست، عالیه. با همین فرمون برو جلو، اشتباه هم کردی نترس، قوی ادامه. اشتباه که دارم ولی ببخش. ولی گوش کن، ولی توجه، و خیلی توجه کن، چون من دو سه بار از روش خوندم، بچهای دیگه هم اومدن، باید شما اون لحظه که ما داریم میخونیم تکرار کنی که مثلا یه دفعه نیاد بگی نمیدونم چی. اوکی بعد همون لحظه تکرار کنی. بچه ها من یا بچهای دیگه تکرار میکنیم، لطفا باهاشون تکرار کنید شما هم، حتی اگر فکر میکنی سطحت مثل سوسن بالاست. بچه جواب دادی دستتون پایین. ناهید اس اچ میتونی بخونی؟ سلام استاد، عذرخواهی میکنم بابت دفعه قبل که هر چی زدم توی تبلت من جوین شده بودم. باز نشد. Go ahead. It's Thank fine. You. Yeah. He looked at his after and father. Who is after? Oh, sorry. Wait a moment. He looked at his father and asked, "What's going on?" His father smiled and said, "Son, pay attention." Okay, خوبه. بچه ها این درس یکم براتون سخته، من درک میکنم، میشناسم توانمندی همتون که حالا مدتی قابل دونستید در کنار ما بودید در این کلاس ها، میشناسم قابلیت ها و توانمندی های زبانیتون رو، ولی این درس رو میدونم که از پسش برمیاد، تو تمرینات بتونید بهشون برسید. آذر عمیاری، درست دارم میخونم اسم تو؟ آذر عمیاری، دست باشه. میتونید زبون بخونی؟ میخونم، سعی میکنم، سعی خودم میکنم. خب اجازه بدید یه نفر روون بخونه. بچه ها کی میتونه روون بخونه؟ He looked at his father and asked, "What's going on?" His father smiled and said, "Son, pay attention." آفرین. خب looking across the valley یه بار بخونم بعد ترجمه میکنم. Looking across the valley, his father yelled to the mountain, "I admire you." The voice answered, "I admire you." Looking across یعنی همون جوری که داشت نگاه میکرد the valley، اون دره رو، his father، پس پدرش yelled to the mountain، سر کوه داد زد، فریاد زد، "I admire you." تحسینت میکنم. The voice answered، صداه پاسخ داد، "I admire you." اوکی. کی میتونه روون بخونه؟ سلاله بخون. Looking across the valley, his father بین اوائه Valley, his father yelled to the mountain, "I admire you." The voice answered, "I admire you." Admire. سلمان آروم و کند بخون. خوب بود سلاله. تمرین میکنی بعدن دوباره. سلمان کند بخون لطفا. Looking across the valley, his father yelled to the mountain, "I admire you." The voice answered, "I admired you." خیلی عالی. نیک محمد، نیک بخون. Looking across the valley, his father yelled to the mountain, "I admire you." The voice answered, "I admire you." Okay. فروزان بخونه. Looking across the valley,
His father yelled to the mountain, I admire you. The voice answered, I admire you. مریم عزیز و دین بخونه. بچه ها یه لحظه مریم جان. بچه ها هر کس که میخونه لطفاً باش تکرار کنید. هر کس که میخونه. اومدی وقت گذاشتی. اینترنت میسوزونی. حالا اینترنت که رایگانه. ولی داری وقت تو میذاری. تو کلاس اومدی با هر کی تکرار میکنه باش تکرار کن. خواهش میکنم ازت. برای اینکه خودت رشد کنی. مریم بخون. Looking across the valley, his father yelled to the mountain, I admire you. The voice answered, I admired you. Okay. آذر امیاری دستت بالا. چرا نمیخونی؟ بله. خوندی یه بار؟ نه نخوندم. اون دفعه گفتین نگفتید. حالا خودم میخونم اینو. Looking across the valley, his father yelled to the mountain, I admire you. The voice answered, I admire you. اوکی. دستاتون پایین. کی وقتی که این بچه ها میخونن تو دلش گفت بح این که هیچ کاری نداره من میخونم. الان من میرم میترکونم. کی اینجوری فکر میکرد؟ مری؟ مری بخون. آه آورد پایین. خدایش okay. استاد من خودمون فکر میکنم خیلی خوب میخونه ولی حالا که تیزه این مقدار هم هول کردیم البته اوکی بله دقیقا دارم بهتون میگم دیگه بچه ها کسایی که با من دوره میگیرن خودشون سالها مدرس زبانن اوکی خیلی راحت دیگه برات بگم خب بریم بعدی Again the man cried out You are a champion The voice replied, You are a champion! زهرا مرادی. بازیکن خارجی بیا. Again the man cried out, You are a champion! The voice replied, You are a champion! ممنونم عزیز دلم. ناهید اس اچ. Again the man cried out, you are a champion. The voice replied, you are a champion. Okay. بچه ها زمانی که داریم تکرار میکنیم بچه ها تکرار میکنم من رفع اشکال میکنم شما هم لطفاً تکرار کنید. احمد رضا بخون. Again, the man crowd out, you are champion. TH تو داری د میگی. TH در اینجا در THE زبون زیر نیش دندون بالا همون حالت که نگه داشتی میگی ز. Again, the man cried out. Cried out همون میشه shout کردن یعنی فریاد زد. اینجا زبان گذشته شه. You are a champion. تو یک قهرمانی. The voice دوباره THE اینجا replied ناهید اسچ دقت کن you are a champion احمد رضا دوباره بخون again the man cried out you are champion دقت کن cried out گریه کردن که میدونی cried out okay Okay, and you are champion, and the voice replied, you are champion. You are a champion. تصفیت گم کردی چرا جوون؟ واقعا. نه ترس. Okay, سلیمان بخون. Again, the man cried out, you are a champion. The voice replied, you are a champion. Champagne یه چیز دیگه از خور بودت برم. اونی که... Champion. اوکی. ببینم کی میخواد بخونه. میترا خوب میتونی بخونی؟ نه نه. دستشو گرفت پای. نواب زاده بخون. ناهید. Again, the man cried out, You are a champion. The voice replied, You are a champion. اوکی. خیلی هم خوب. The boy was amazed. اون پسره بود زده شد بود در واقع but also confused
confused. نه یاد بگی confused. The boy, ببین. The boy, T-H-E, در اینجا حالت دوم تلفظ T-H. The boy, زبون زیر نیش دندون بالا سعی میکنی بگی ز. The boy was amazed. اون پسر بهت زده بود. Was, W لب حالت لولهی. Was amazed. But also, اما همچنین confused, سردرگم. So, بنابراین, his father explained. پس پدرش توضیح داد براش. چی توضیح داد؟ پروانه کلاس این شما؟ بله هستم. بخونید، میتونید بخونید؟ The boy was amazed. The boy was amazed, but also confused. So his father explained. عالی، ماشاءالله به شما. زهرا بدخشیان، میتونی بخونی؟ زینت تهونه، میتونی؟ زهرا مرادی بخون، بازیکن خارجی بیار. خودم بخونم؟ خودت بخون. The boy was amazed but also confused. So his father explained. Okay. یه بار بگو حالا اولین بخونه. The boy was amazed but also confused. So his father explained. Okay. لیلی فرامرزی بخونه. لیلی رفتی پیاز سرخ کنی. سوری. تقریبا یه همچین چیزی استاد ببخشید. The boy was amazed but also confused. Confused. So his father explained. Okay. پسر متعجب شده بود. حالا بابای براش توضیح میده. چی توضیح میده؟ You are hearing an echo. It's the sound of our voices bouncing back from the mountains. However, this is really how life works. What you think, say, and do returns to you. نکات تلفظیشو اینجا باید بگم و گرامری. You are hearing. تو داری میشنوی. ساختار حال استمراریه. You are hearing an echo. یک انعکاس رو، یک پژواک، تو فارسی میگیم پژواک. It's اون چیه؟ The sound، صدای our voices، همون گفتار خودمونه. Bouncing back یعنی میخوره و برمیگرده. From، bouncing back میخوره برمیگرده یا برمیگرده. From the mountains، از کوهستان، کوها که در اینجا میشه کوهستان. این however یه مقدار تریکیه برای تمرینه. W و V بی نظیره. حالت اولش how، لبها لوله‌ای، بعد ever. However اگه دقت کنی صدای منو، however. okay. This is really، این واقعا how، چطوریه که life works، زندگی کار میکنه، جریان داره، دقیقا زندگی اینجوری عمل میکنه. What you think، think، th حالت اول تلفظ th، زبون زیر نیشه دندون بالا سعی میکنی بگی سه سلاله عدالتی مثلا. سمیه. What you think، لبها هم در اینجا حالت لوله. What you think، چیزی که فکر میکنی. Say، میگی. And do، و انجام میدی. Returns، برمیگرده. To you. یه بار میخونم، دقت کن با من، تکرار کن که الان قراره بیای بالا خرابکاری نکنی. خرابکاری هم گری اوکیه، تا اشتباه نکنی یاد نمیگیری که. بچه ها میگن استاد من میخونم ولی چرا نمیتونم حرف بزنم. بارها همشون خیلی سوال خیلی هست. دقیقا پاسخ اشکال کارت تو سوالته، برای اینکه شما فقط میخونی. بیا تکرار کن، اشتباه کن، درس بگیر ازش. یه بار میخونم، آماده این؟ یک دو سه. You are hearing an echo. It's the sound of our voices bouncing back from the mountains. However, this is really how life works. What you think, say, and do returns to you.
اولین میتونی however آروم برامون بگی بچه ها ببینن؟ اولین جا دخترم however آروم بگو. ببینید بچه ها W آروم بگو however دیدین W ویشو اینجوریه. عزیزم از اول تا آخر بخون، کند بخون باشه، slowly. Okay, you are hearing an echo. It's the sound of our voices bouncing back from the mountains. However, this is really how life works. What you think, say, and do returns to you. ممنونم. لیلی فرامرزی بخونه. بچه دقیقاً چیزایی که دارم براتون توضیح میدم یک نیتیو. ببینید الان ایشون دیگه زبان انگلیسی رو قبل از فارسیش یاد گرفته، یعنی تو مدرسه. البته حالا درسته تلفظش استرالیاییه، مثلا به جای اینکه بگه what میگه او اوکی، ولی it's fine, it's completely understandable. حالا میخوام ببینید نکاتی که دارم بهتون میگم دقیقاً آن چیزی است که باید رعایت کنید. لیلی فرامرزی بخون، قشنگ بخون، پیازت هم نسوزه. You are hearing an echo. It's the sound of our voice bouncing back from the mountains. However, this is really how life works. What you think, say and return to you. پنج شیشتایی هم لغت اونجا جا انداخت، اونا رو ببر چاشنی غذات کنه امشب. ببخش. خواهش میکنم. سلمان آهسته میتونی بخونی؟ بذار بچه ها میوت کنن. سلمان بگو، سلمان جان روشن کن بگو. You are hearing an echo. That's the sound of our voices bouncing back from the mountains. However, this is really how life works. What you think, say and do returns to you. ممنونم. فروزا میتونی واضح بخونی یا نه؟ سعیم رو میکنم. اوکی. You are hearing an echo. It's the sound of our voices bouncing back from the mountains. However, this is really how life works. Okay. What you think, say and do returns to you. ممنونم. من بخونم استاد؟ فتولا میخوای بخونی؟ بله. فتولا بخون. You are hearing an echo. It's the sound of our voice breaking back bouncing breaking from the mountains. How was this right how life works. What you think, say and do rhymes to you. Okay. بچه یه چیزی من براتون بگم. ممنون فتولا جان بابت جسارتت و بابت اعتماد به نفست. ممکنه خیلیاتون قربون شما. ممنونم برای اینکه اعتماد به نفس داری و ممنون برای اینکه جسارت داری. بچه‌ها خیلی از بچه‌ها که من باشون دوره دارم با من و میان زبان آموزانی که تو این سال‌ها خیلی ها هستن، من یه هفته روشون کار میکنم که تا بتونی جمله رو جسارت‌تر رو پیدا کنه ها. میدونید این خیلی مهمه. یه موضوع دیگه بگم، زبانی که شما زبان دوم رو یاد میگیرید قسمت تحقیقات علمیه. بر اساس تحقیقات علمی قسمت جدیدی در مغز شما شکل میگیره برای تحلیل، پردازش و صحبت کردن به اون زبان جدید. کودک تازه متولد شده یه زبان جدید رو شما با اشتباه کردن و توجه به محیط میتونی رشد بدی. کودکی که در زبان مادریش رو مثلا از 7-8 ماهگی تقریبا شروع میکنه به شنیدنهای آگاهانه و سعی میکنه تکرار کنه، مثلا تو چه میدونم تو یه سالگی خوردگیش میگه بابا، مامان، شروع میکنه به اینا رو گفتن،
شدیداً پر از اشتباهه در زبان مادریش. طبیعتاً این با توجه به اطرافش و کنجکاو بودن میتونه زبان جدید رو فرا بگیره و رفع اشکال بکنه و یواش یواش بره جلوتر و این اشتباهات رو رفع کنه. میخوام اینو بگم، مثلا فتولا مثلا یه سنی داره. فتولا 60 داری دیگه نه؟ قربان 74 سالمه. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. فتولا 74 سالشه، استرالیا هم زندگی میکنه. الان سن فارسی، ببین سن دانش و مهارت فتولا از زبان فارسی که داره 74 نیست، 74 سن فیزیولوژیکیشه. سن اون شخصیت این فارسی زبانی که فتولا داره حدوداً مثلا میگیم 45 سالشه که میتونه شیوا سخن بگه، به فارسی بیان کنه، بنویسه و هر صحبت کنه. حالا کودک انگلیسی زبان مغز فتولا ممکنه یه سالش باشه، یه سال و نیمش باشه. فتولا اگر توجه بکنه میتونه اشتباهاتش رو رفع بکنه. فتولا رو مثال زدم چون میشناسمش، زد زبانش رو آشنام باهاش، کاملا تو این جلسات اومده. فتولا باید توجه کنی به مواردی که بچه ها دارن بیان میکنن، جملات رو خوب باید دقت کنی، باهاشون تکرار کنی که اشتباهات تو در جا رفع بکنی. این خیلی مهمه. اینا رو همه رو گفتم که موضوع توجه و دقت رو براتون عنوان کنم. بچه هایی که پیام میدن مثلا مایلن که تو دوره های مکالمه رایگان ما شرکت کنن، ما یه سری دوره های رایگان مکالمه گذاشتیم برای بچه هایی که یا استطاعت مالی ندارن یا نمیتونن پرداخت کنن یا نمیخوان پرداخت کنن، میخوان رایگان بیان کلاس زبان، یا اصلا بچه های متعهدین جدیان، ما با کمال میل، اصلا بحث پول نیست، رایگانی خدمات رو داریم در خدمتشون ارائه میدیم. اولی موضوعی که ما اینا رو فیلتر میکنیم اینه که دقت توجه طرف بالا باشه. اگه توجه نکنه میگیم آقا ببخشید نمیتونیم این خدمات رو، چون طرف وقتی توجه نمیکنه به جزئیات طبیعتا یادگیریش هم میاد پایین دیگه. خواستم توجه شما رو به موضوع دقت و کنجکاو بودن تو موضوع یادگیری زبان جلب کنم و جسارت و اینکه بدونید محمد نیک اگر 35 سالشه کودک انگلیسی زبانش حدود 12-13 سالش هم شاید نباشه، هم به همون توانمندی میتونه صحبت کنه، نامه بنویسه. پس اجازه بدید با اشتباه کردن کودک انگلیسی زبان مغزتون رشد پیدا کنه. اوکی. You are hearing an echo. اوکی. تا همینجا اجازه بدید بخش بخش پیش بریم. لیلی آذر عمیاری، اینجایی که خط میکشم و بخون. اوکی بود شهناز، ممنونم. It's the sound of our voices. آذر بگو. It's the sound of our voices. It's the sound of our voices. آفرین. بچه ها کسایی که میخونم آن چیزی که من میگم رو تکرار کنن. به این میگیم شادو منقطع دیگه. بقیه هم میکروفون قطع تکرار کنن. شادو منقطع بکنیم با هم یاد بگیریم. بهترین کار همینه دیگه. آذر عمیاری که گفت سلاله عدالتی، چیزی که میگم رو تکرار کن. Bouncing back from the mountains. Bouncing back from the mountains. ببین bouncing نیست. Bouncing back. Bouncing back. Okay. Bouncing back from okay. the mountains. لیلا اوکی. لیلا رزماور تکرار کن چیزی که میگم. آماده ای لیلا؟ بله استاد. Bouncing back from the mountains. Bouncing back from the mountains. Okay. مژده نوریزاده. However, this is really. However, this is really. How life works. How life works. شهناز دباغ. What you think. What you think. زهرا مرادی. What do you think? Say. What do you think? Say. What do you think? Say. Okay. فرزانه بی کناری. What do you think? Say and do. What you think? ببخشید یه بار دیگه. What do you think? Say and do. What you think? Say and do returns. To you. اون رو ما نگو. ببین الان دقت نکردی، دقیقا روال خودتو رفتی، منوال داره
ایرانی جان، من ماشین لباسشویی خریدی منیوال داره، یعنی طبق اون باید پیش بری. نه حالا بذار پیشگوشکی رو بکنم توش، حالا آقا منیوال داره، دارم میگم این کارو بکن. It's fine, just kidding. مری بگه چیزی که میگم. بچه ها گفتین دستتون پایین که بقیه هم بگن یه بار دیگه. فرخنده قصری، you are hearing an echo. You are hearing an echo. Okay. فهیم عرافی، it's the sound of our voices. It's the sound of our voices. It's not it. It's the sound of voices. Our voices. پروانه بفرمایید. It's fine. پروانه، it's the sound of our voices. It's the sound of our voices. Okay. نسری مالی، bouncing back from the mountains. Bouncing back from the mountains. مریم پوریا. However, this is really how life works. However, this is really how life works. آفرین. احمد رضا گلچین. What do you think, استاد. Say and do? من بگم استاد. What do you think, say and you? فتولا بگو what do you think. What you think, say and do. نه، چیزی که میگم و بگو. فتولا متن رو فراموش کن. What you think, say and do. What you think, say and do. Returns to you. گوش کن. Returns to you. Returns. Return to you. Okay. خوبه. با گوشات داری گوش میدی. به متن توجه نکن. Okay. خب بچه ها بریم بعدی. میدونم شاکی شدین، یه مقدار سنگین متن و تیکه تیکه میخونیم بریم جلو. یه بار میخونم، دقت کنید. Our lives are a reflection of our thoughts and actions. If you want more love in your world, create more love in your heart. If you want to be treated with kindness, treat others with kindness. تیکه تیکه میریم جلو، بچه ها تکرار میکنن. فهیم عرافی گفتی، ناهید نوابزاده بگو. Our lives are a reflection. Our lives are a reflection. Or not. Our lives are a reflection. Okay. لیلی فرامرزی. Our lives are a reflection of our thoughts. Our lives are a reflection of our thoughts. بچه ها اگر متون طولانی براتون سخت خوندنش، از این تکنیک استفاده بکنید. ببینید، گوش بدین. Our lives. حالا یه دونه بهش اضافه میکنم. Our lives are. آقا زار نداریم اینجا. همون تکنیک چسبوندن است که گفته بودم بهت. ببین، این به ز میرسه دیگه. Lives. اینجا به آ. Our lives are. میکروفوناتون قطع، صداتون رو نامحرم میشنوه. Our lives are. اینجا این ایه خونده نمیشه. به آر میرسه، اینجا با ا شروع میشه. ببین میچسته. اوکی. ببخش، میکروفونش روشن بود. اشتباه کرده. Our lives are a reflection. Are a reflection of. Nav. ببین؟ اینجا وی میخونده میشه دیگه این اف. Nav. اینجا Navour. ببین میچسبه همش. تو فارسی هم ناخودآگاه داری این کارو میکنی، ولی تو انگلیسی تو میترسی این کارو نمیتونی بکنی. دارم میگم که تکنیکشو خودآگاه بتونی یاد بگیری. Our lives are a reflection of our thoughts. Our lives are a reflection of our thoughts. نه دیگه، thoughts. اینجا th حالت اول تلفظ th، تی زبون زیر نیشه دندونه بالا، سعی میکنی همون حالت که نگه داشتی بگی سه. یه حرف بی صداست. توی دیکشنری کمبریج هم شکلش تتاست. thoughts. ببینم کی میخواد بگه. سلاله عدالتی. Our lives are a reflection of our thoughts. Lives are a reflection of our thoughts. Thoughts and action.
actions. بچه اسای جمع رو دقت کنید. مژده نوری‌زاده بگه if you want more love, if you want more love, more love in the world, more love in your world, in the world, in your world. بچه یه چیزی هم بهتون بگم. یه به غیر از جمله یه چیزایی داریم به اسم چانک. حالا غیر از چانک یه سری عبارت داریم. ببینید میکروفونتون رو من قطع کردم بایزد. If you want, اگه میخوای more love, اگه عشق بیشتری میخوای. حالا دوباره ببین از اینجا یه جو عبارت دیگه میسازم. More love in the, in your world. اینجوری هم میتونی تیک تیک کش کنی. If you want, if you want, if you want, if you want more, more love, more love. ادامش. اکرم جباری, if you want more love in your world. If you want more love in your world. In. فهیم عرافی. Create more love. من صفحم خیلی کوچیک شده. نمیدونم چی کار کنم. اوکی, مهمی. بذارید یکی دیگه. شهناز دباغ. Create more love in your heart. If you want more love in your world. دقت نمی کنی شهناز. گفتم بگو create more love in your heart. Okay? Create. دیگه نه تموم شد دیگه. ندا تی اس بگه. Create more love in your heart. Create more love in your heart. In your heart. Azam Amyari. If you want to be treated with kindness. If you want to be treated with kindness. With نه, with. یه کوتاهه. With. If هم نیست. If. If you want to be treated with kindness. بگو. If you want to be treated with kindness. بهتر شد. نیلوفر بگو. Treat others with kindness. Treat others with kindness. Treat others with kindness. اوکی. معنیش هم مشخصه. بریم بعدی. آها. If you want more competence on your team, become more competence. اگر میخوای, if you want, اگر میخوای more competence, competence یعنی شایسته, more competence یعنی شایستگی بیشتر on your team, اگه میخوای شایستگی بیشتری در تیم خودت به وجود بیاری, میخوای become more competence, پس شایسته تر باش, شایسته تر بشو. زهرا مرادی. If you want more competence on your team, become more competent. Competence. بچه competence یکم کلمه ثقیلیه. حتی اولین که در واقع تو استرالیا انگلیسی رو یاد گرفته براش سخته. ببینید بعضی کلمات بهشون میگن lexical words. کلماتی هم که ثقیلن. اوکی. لیلا رزماور. If you want more competence on your team, if you want more competence on your team, on your team, Mitra begu. If you want more competence on your team, Ali Faal begu. If you want more competence on your team, if you want more competence on your team, Zinat Tahune. Zinat. If you want more competence on your team. Salman begu, hama ro begu Salman. If you want more competence on your team, become more competent. Competence is competence. Competent. Ye bar dige begu. If you want more competence on your team, become more competent. Okay. Suleiman bekhun. Suleiman mitunam bekhunam. If you want more competence on your team, become more competent. Competence. پس اگه شایستگی بیشتر میخوای, شایستگی خودتو بالاتر ببر. استاد من بگم. باشه, میگی یکی بریم جلوتر.
This relationship یعنی رابطه. This relationship applies to all aspects of life. Life will give you everything you give to it. And life will give you even more in return. This relationship ارتباط میگن دیگه رابطه. رابطه آدم ها میگن relationship. ببین ship. یکی از فرقایی که گوسفند با کشکی داره همینه دیگه. این شپه اون شیپه. Okay? This relationship applies to all aspects of life. این رابطه به کار گرفته میشه یا در حقیقت صدق میکنه به تمام جنبه های زندگی. Life will give you. زندگی به تو خواهد داد. ساختار حال ساده است. To you. به تو everything. TH حالت اول تلفظ TH. You. Give نیست. Give to it. زندگی به تو خواهد داد آن چیزی که بهش ارائه میدی، بهش تقدیم میکنی. به خاطر همینه که میگن زندگی متعلق به بخشنده هاست، متعلق به کسایی که دست بده دارن به زندگی، نه دست بگیر. فقط دنبال گرفتن نیستن، میبخشن. پول، دانش، آگاهی، چیزای خوب، حس خوب. And life و زندگی will give you به تو خواهد داد even more حتی بیشتر in return در پس دادن آن چیزی که بهش میدی. Anyway پس گفتیم که زندگی متعلق به بخشنده هاست. اولین میتونی یه بار اینو بخونی بعد بقیه تکرار کنیم. This relationship applies. ما فقط داریم لپتو میبینیم عزیز دلم، یه ذره دوربینو بگیر عقب. Okay. This relationship applies to all aspects of life. Life will give to you everything you give to it, and life will give you even more in return. ممنونم عزیزم. بچه بریم که با هم زهرا مرادی اینی که من میگم و بگو. This relationship applies. Ship نه دیگه. Ship. This relationship applies. خب اکرم جباری to all aspects of life. To all aspects of life. Okay. ببین همین جوری باید بشکنیش ها. جایی که نتونستی بهت گفته بودم شدو منقطع کن اگر سخت برات بشکنشون. This relationship applies. حالا شکستی to all aspects of life. فتولا بگو this relationship. آفرین. آذر امیاری applies to all aspects of life. Applies to all aspects of life. لیلا رزماور life will give to you. سلاله عدالتی Everything you give to it. ممنونم. لیلی فرامرزی. And life will give you. Even more in return. Okay. Fahim Arafi. This relationship applies to all aspects of life. This relationship applies. Fahim, دقت کن. اینجوری نمیشه. نه. This. تمرین کن درس‌های قبل و دقت کن. نصری معالی بگه. This relationship applies to all aspects of life. Life will give to you everything. نه دیگه. ببین نصری دقت کن تا جایی که بهت گفتم. Okay. بچه یه فرق دیگه، بچه هایی که خارج از ایران هستید اینو برای همتون میگم چون من این خیلی مهمه و خیلی تأثیر داره. من مترجم همزمان چند تا سازمان دولتی و خصوصی هستم تو کانادا. همزمان بعضی وقتا فرصت کنم مثلا میرم تو کنفرانس هاشون. یکی از مسائلی که ما ایرانی ها داریم تو بحث ترجمه که مثلا پیش میاد سوال میپرسن، چیزایی که ازمون نپرسیدن رو میریزیم رو دایره. آقا خود چیزی ازت نپرسیده چرا جواب میدی؟
مثلا میگه که کی کشور رو ترک، کی که ایران رو ترک کردی، مثلا تو دادگاه ها میگن یا این ور اون ور. بعد شروع میکنه من مشکلات نمیدونم فلان داشتم بهمان داشتم. آقا اینو نپرسیده از تو، چیزی که بهت گفتن رو جواب بده. وقتی چیزی من بعد براش فارسی توضیح میدم میگم عزیز دلم چیزی که ازت نپرسیده رو نگو. منم الان به نسرین معالی میگم تا اینجا بخون بعد تا آخر میره. بچه‌ها یادگیری زبان دقت و توجه میخواد، توجه کن. عرافی فهیم عرافی نسرین معالی دقت و توجه کنید لطفا. میخوام بگم توجهتون خیلی مهمه تو یادگیری زبان. محمد نیک توسلی چیزی که میگم رو بگو. This relationship applies to all aspects of life. This relationship applies to all aspects of life. ممنونم. مجده نوریزاده اینی که میگم بگو. Life will give to you everything you give to it. Life will give to you everything you give to it. آفرین. ناهید اسچ بگه چیزی که میگم. And life will give you even more in return. And life will give you even more in return. Even. ببخشید. Will. Even. Will give you. Mary even. بگه. Mary. Mary میتونی تا آخر بخونی؟ And life will give you even more in return. Will. Okay. Will. حالت W. درس های قبل رو حتما ببین. پروانه یه بار میتونید بخونید درست؟ This relationship applies to all aspects of life. Life will give to you everything you give to it, and life will give you even more in return. اوکی بچه ها اون آیه کوتاه یه بار زهره مرادی اولین رو میتونی بیاد کمکمون کنه؟ This relationship applies. من تصویرتو ندارم. آها گوش کن. نه بگو کشتی به انگلیسی چی میشه؟ Boat. No, I'm talking about ship. Ship. بگو ship. Ship. اوکی حالا بگو relationship. حتی ببینید ship. حالا به گوسفند چی میشه انگلیسی؟ sheep. بچه ببین sheep ship فرق دارن بچه ها. Can you speak for Persian Evelyn? Okay. Completely. Okay. Oh, I understand. Okay, it's obvious. It's fine, no worries. Thank you very much for your help. بچه ها اینو گفتیم بریم بعدیش بعد با هم شادو خواهیم کرد. پس فرق شیپ رو و شپ رو خواستم که دقیقاً داشته باشید اینجا. The son, اون پسره، اون فرزند پسر grew in understanding, and throughout the years that followed, the son witnessed the truth of these words in his life. The son, اون پسره, grew, بزرگ شد, in understanding, یعنی با فهم. تو این مذهبی ها میگن با معرفت بزرگ شد. Grew in understanding, با فهم و شعور, با رشد, با آگاهی بزرگ شد. And یعنی اینکه این تجربه باعث شد که به این آگاهی برسه. And throughout یعنی در تو. THش چیه؟ Throughout. حالت اول تلفظ THه. The years, سالهایی that followed که پشت اون ماجرا اومدن. The son, پسره, witnessed. Witness یعنی شاهد بودن. Witnessed یعنی شاهدش بود. شاهدش شد. The truth. درستی صحت these words. این حرفها رو. In his life, در زندگیش. بچه ها آیه های کوتاه رو دقت کنید. شپ شیپ اینو همیشه یادت باشه، همیشه دیگه یادت میمونه. صدای آی یه جا داریم like مثل life، یه صدای دیگه داره یه کوتاهه his he's نیست. خب ببینیم کیا میخوان بیان دستا پایین. بچه ها کسایی که نیومدن و میخوان. اوکی احمد رضا اینی که میگم بگو. The son grew in understanding. The son grew in understanding.
این نیست دیگه. الان داشتم قصه حسن قصه آلب ارسلان نامدار میگفتم. اسخای میکنم. The son grew in understanding. اوکی. لیلی فرامرزی. And throughout the years. And throughout the years. That followed. That followed. امرزا گفت. لیلی گفت. لیلی فرامرزی گفت. مژده نوری زاده بگی. The son witnessed. The son witnessed. بچه ها میبینید همه تون این آیه رو تلفظ رو اشکال دارن. اثبات عرایز این کوچیکتون رو متوجه شدید؟ فارسی زبانان 99.9% این آیه رو آیه کوتاه اشکال دارن تو تلفظشون. الان همینی که خوندم نوری زاده ادوانس به بالا سطحش تو انگلیسی ولی اشکال داره. میبینی؟ دقت کنید بچه ها. میدونم سخته ها، کم کم اوکی میشه. نیلوفر اینجایی؟ بله استاد هستم. بخون از اول تا آخر بخون با دقت. The son grew in understanding and throughout the years that followed the son witnessed the truth of these words in his life. بچه ها ببینید نیلوفر از ادوانس هم بالاتر، یعنی مثلا انا آیلتس بره بده با حدود 15 روز کار اگه زیر نظر مشاور درست باشه، همین الان بره آیلتس بده 6.5 میگیره. ببین اشتباه تلفظی داره، هرچند داشت سعی میکرد رفعش کنه. خب نیلوفر خودش مربی زبانه، خب الان داره دوره میبینه قوی تر بشه. ببینید اشکالات تلفظی خیلی جدیه. خیلی راحت براتون مثال بزنم. شما مثلا تهران زندگی میکنی، یه نفر از شهرستان میاد با لحجه شیرین عزیز شهرستانی صحبت میکنه، شما متوجه میشی سریع که مثلا بچه تهران نیست. اوکی؟ خیلی راحته دیگه برات. یا از یه شهر دیگه اومده مثلا شمالی، شما میاد شمال حرف میزنه، شما متوجه میشی که با آوای کلامیش متوجه میشی که شمالی نیست. اینم شما، من چیزایی که دارم میگم سطح بالای کمالگرایی درست صحبت کردن انگلیسیه. اگه شما بیای بگی ویتنس، طرف متوجه میشه، مشکلی هم نیست. اینایی که من دارم میگم سطح عالی صحبت کردن انگلیسیه. اوکی. خب the son کی میخواد بگه؟ محمد نیک بگو. The son grew in understanding. The son grew in understanding. مجده نوریزاده گفت. شهناز دباغ بگه. And throughout the years. And throughout the years. That followed. ناهید اسش بگه. The son witnessed the truth. زینت تهونه. میکروفون روشن کن. Yes. بگو. The son grew in understanding. The son witnessed the truth. Okay. یه چیز دیگه گفتی. نداد yes. Witnessed. Okay. سلاله عدالتی. Witness the truth of these words. Witness the truth of this word in his life. Okay. نه. Okay, it's fine. خب بچه ها یه مقدار سنگین بود این داستان میدونم، ولی با هم یه بار براتون میخونم. لطفاً میخوایم بچه ها اینجا میخوایم با هم چیکار کنیم؟ شدو منقطع کنیم. جان جسارتا این تلفظ followed رو یه بار دیگه میگیم. Followed. Okay. بچه ها یه بار براتون میخوام بخش بخونم، شدو منقطع با هم بکنیم. شدو منقطع بچه‌ها که تازه اومدن جلسه اولشونه نمیدونن، اینه که شما یه چیزی رو از گوینده، از استادت، از فایل صوتی که داری باهاش کار میکنی. بچه‌ها یه زمانی شما نیاز به معلم داشتی، پکیج های آموزشی که ما صدها پکیج آموزشی، درس آموزشی در کانال یوتیوب انگلیسی مثال خوردن رایگان براتون گذاشتیم، معلم شماست، تیچر شماست. به جای اینکه بری مؤسسه زبان سر کوچت
یا این همه بری مؤسسات زبان که خیلی هاشون حالا آبکی هن، خیلی هاشون هم خوبن، آقا بیا رایگان پکیج استفاده کن، این معلم توه، معلم تو اینجاست. حالا چی کار میخواییم بکنیم؟ با فایل صوتی که داری یا با همین داستان میخواییم شادو منقطع کنیم. این شادو منقطع بهت یاد میدم که بری برای تقویت معجزه‌آسای لیسنینگت سپیکینگت بی نظیره. میپرسن چجوری سپیکینگمونو تقویت کنیم؟ اینجوری با شادو منقطع و بعدش پیوسته. ما منقطع میریم، توضیح دادم که همه بدونن، چیزی که میگم رو تکرار کن بعد از من. متن و ندیدی هم اوکیه، ولی متن صفحه بهت کمک خواهد کرد. محسن نوری، بچه‌ای که الان اومدین، شادو منقطع میخوایم بکنیم قربتن الله. یک دو سه میکروفوناتون قطع لطفاً، شادو منقطع میکنیم. یک دو سه. A son and his father were walking on the mountains. تکرار کن قربونت برم فدات بشم، تکرار کن. We're walking on the mountains. A son and his father were walking on the mountains. Suddenly, دیاشو میبینی میره تو دماغ. Suddenly, his son falls. Suddenly, his son falls. Hurts himself. And screams, ah! Suddenly, his son falls. Hurts himself and screams, ah! To his surprise, he heard a voice. To his surprise, he heard a voice, ah! This made him curious. This made him curious. This made him curious. So he yelled, who are you? بچه ها تکرار کنید، قربونتون برم، تکرار کنید. عضلات زبانی و دهانیتون رو اجازه بدید که رشد کنه، تقویت بشه. Back came the same words. Who are you? Back came the same words. Who are you? Puzzled by these responses. Puzzled by these responses. He shouted, coward. اینجا دقیقاً دابلیو خودشو نشون میده، لبهات باید لوله‌ای باشه. Coward نیست، coward. He shouted, coward. The same word came back. Coward. تکرار کن قربونت برم. He looked at his father and asked, what's going on? What's going on? His father smiled and said, son, pay attention. Looking across the valley, his father yelled to the mountain.
I admire you. The voice answered, I admire you. Again, the man cried out. Again, the man cried out, you are a champion. You are a champion. The voice replied, you are a champion. You are a champion. The boy was amazed. But also confused. The boy was amazed, but also confused. So his father explained. You are hearing an echo. It's the sound of our voices bouncing back from the mountains. ببین تیکه تیکه اینا رو میذاری کنار هم، آخرش یه جا میخونی دیگه تو تمریناتت. You are hearing an echo. It's the sound of our voices bouncing back from the mountains. However, this is really how life works. However, this is really how life works. What you think, say, and do. What you think, say, and do returns to you. Returns to you. Our lives are a reflection. Our lives are a reflection. A reflection of our thoughts. A reflection of our thoughts. Our thoughts and actions. Our thoughts and actions. If you want more love, more love in your life, more love in your world, create more love, more love in your heart. حواست هست دارم عبارت های جدید میسازم دیگه، شما میتونی این کار بکنی، دارم یادت میدم اگه دقت کنی. If you want to be treated with kindness, treat others with kindness. If you want more competence on your team. If you want more competence on your team, become more competence. This relationship applies to all aspects of life. Life will give to you. Everything you give to it. And life will give you even more in return. The son grew in understanding. And throughout the years that followed, سالهایی که پشبندش اومدن. And throughout the years that followed, the son witnessed the truth of these words in his life.
The son grew in understanding, and throughout the years that followed, the son witnessed the truth of these words in his life. بچه یه بار کامل به صورت نرمال تو گویی مثلا دارم این داستان رو برای کی میخونم؟ مثلا برای بچه خواهرم، برای بچه برادرم دارم میخونم که طرف یاد بگیره. آروم میخونم. اینجا جایی که تو باید خودتو محک بزنی. شمایی که تو کلاس هستی بعدن این درس رو میبینی باهاش میخوای تمرین کنی، باید اینجا یادش بگیری. عزیز دلم، اینکه بعدن، اینکه ولش کن حالا فلان، یادگیری که تو میخوای داشته باشی تو انگلیسی دقیقاً داره تکرار میشه. پس اینو همینجا یاد بگیر، تو داستان بعدی هم همین کمکت میکنه. اینجا خودتو میخوای محک بزنی. یه بار نرمال میخونم، باید بتونی نرمال بخونی. چجوری می خودتو محک میزنی اگر من نبودم؟ اگر خواستی میتونی به صورت رایگان وایسو بفرسی، اشکال نداره، برات تحلیلش میکنم، رفع اشکال میکنم. این دیگه چیکار کنم؟ واقعا سرمو شلوغه، ولی میتونی تو گروه ارسال تمرینات مکالمه عضو شی، اونجا بفرستی، بچه‌ها برات تحلیل میکنن، رفع اشکال میکنن، رایگان در خدمتتون هست. این خیلی خوبه که رفع اشکال بشی، این کارو میتونی بکنی. پس چجوری اگر نخواستی بفرستی، صدای خودتو ضبط کن موقع خوندن داستان و با اینجا مقایسه کن، با اینجایی که من دارم میخونم میتونی خودتو رفع اشکال کنی. بریم با هم یه بار نرمال بخونم. 1 2 3 شما هم میتونی با من شادو همزمان کنی، یعنی همزمان با من سعی کن بخونی، متن بهت کمک میکنه. 1 2 3 A son and his father were walking on the mountains. Suddenly, his son falls, hurts himself, and screams, Ah! To his surprise, he heard a voice, Ah! This made him curious. So he yelled, Who are you? Back came the same words, Who are you? Puzzled by these responses, he shouted, Coward! The same word came back, Coward! He looked at his father and asked, What's going on? His father smiled and said, Son, pay attention. Looking across the valley, his father yelled to the mountain, I admire you. The voice answered, I admire you, 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 you. Again, the man cried out, You are a champion. The voice replied, You are a champion, champion, champion. The boy was amazed, but also confused. So his father explained, You are hearing an echo. It's the sound of our voices bouncing back from the mountains. However, this is really how life works. What you think, say, and do returns to you. Our lives are a reflection of our thoughts and actions. If you want more love in your world, create more love in your heart. If you want to be treated with kindness, treat others with kindness. If you want more competence on your team, become more competence. This relationship applies to all aspects of life. Life will give you everything you give to it, and life will give you even more in return. The son grew in understanding, and throughout the years that followed, the son witnessed the truth of these words in his life. عزیزان دلم، داستان سنگینیه، میدونم، ناامید نشین، ویساتونو برای رفع اشکال بفرستید، برای رفع اشکال. اگر آیدی ارتباط با ما و آیدی گروه ارسال تمرین رایگان رو ندارید، در توضیحات این ویدیو خدمتون تقدیم میشه. جلسه 35 بودیم از کلاس های آنلاین رایگان انگلیسی مثل آب خوردن که برای اولین بار در دنیا توسط تیم بکند انگلیسی مثل آب خوردن تقدیم شما جانان شده، که سالهاست در خدمت شما جانان. از سال 2003 کلی مطالب آموزشی در اینترنت به فارسی تقدیم شما کانال جانان کردیم، و در یوتیوب از سال 2013 صدها ویدیو درس رایگان تقدیم شما جانان شده که بتونید استفاده کنید و بهره ببرید.